عید فطر فرصتی شده که مردم از عید واقعی مردم ایران بگن و همینطور از دین فروشی آخوندها برای گرفتن فطریه. کاربری نوشته عید واقعی مردم ایران روز ریشه‌کن شدن نظام بی‌عدالتی و فساد ولایت فقیه است. و کاربری دیگه نوشته روز عید و شادمانی ایرانیان روز نابودی اسلام فاشیستی در ایران آزاد خواهد بود. یکی از کمپین هایی که این روزها را افتاده این هست که کاربران توییتر خواهان این شدن که هر کس فطریه خودش رو به جای اینکه به آخوندهای وابسته به حکومت بده که در واقع اون رو غارت و چپاول میکنن خودش مستقیما به دست افراد نیازمند برسونه، چون که تا این 40 سال اخیر بارها اثبات شده که این حکومت نه تنها هیچ کمکی به فقرا و نیازمندان نمیکنه، بلکه سرمایه ها و پول مردم رو هم صرف سرکوب و ترور و ترویج عقاید قرون وسطایی خودش میکنه. کاربری نوشته معتقد گرامی نماز و روزت قبول، فطریت رو به صندوق های دولتی نریز، چون توسط سپاه و رژیم میرسه به دست تروریست ها و به دست نیازمندان سرزمین خودت نمیرسه. اگه واقعا هدفت ادای تکلیف الهیه، پس برسون به هموطن نیازمندت، نه حسن نصرالله بی همه چیز و بقیه مفتخورها. کاربر نوشته مبلغ فطریه برای هر نفر ایرانی 9000 تومان تایید شد. اگر از کل جمعیت فقط 10 میلیون نفر هم فطریه بدن میشه 90 میلیارد تومان. لطفاً اگر نیت خیر دارین این پول رو دست هیچ نهادی ندید. اطرافتون رو خوب نگاه کنید. پر است از آدم گرفتار و محتاج. خودتون مستقیماً بدین دست کسی که نیاز داره. و کاربر دیگه هم گفته خواهش میکنم که فطریه هاتون رو به مستحق بدین. اگر اعتقاد دارین که باید فطریه بدین، نرید سراغ مؤسسه ها و بنگاه های دینی. یک موضوع دیگه ای که در توییتر مطرح بود بحث این بود که یکی از لابی های وابسته به رژیم این موضوع رو مطرح کرد که الان مردم به دلیل مشکلات اقتصادی خواهان براندازی رژیم هستن و اگر این مشکلات حل بشن دیگه اصلا صورت مسئله براندازی وجود نداره. حالا این موضوع باعث شد که باز هم هشتگ براندازم مطرح بشه و بشنویم از کاربران توییتر در رابطه با این موضوع و پاسخشون به این لابی حکومتی. کاربر نوشته من با جمهوری اسلامی تجارت نمی کنم تا اگر مسائل اقتصادی اوکی بشه براندازی رو رها کنم. من با بنیانهای فکری و اساسی این رژیم آدمکش مشکل دارم. ایران من جای تروریست نیست. و کاربر دیگر نوشته هدف ما کلیت جمهوری اسلامی و رهبر حقیر است، تمام دزدان و اختلاسگران، رئیس جمهور عروسک خیمه شب بازی رهبر، پس به جای شاخه ها تبر رو با ریشه میزنیم. و کاربر دیگر نوشته جنایت ها، اختلاس ها، غارت منابع ایران، قوه قضاییه فاسد، عدم ثبات و آرامش، تبعیض و اختلاف طبقاتی، فقط و فقط آخوندها باید گورشون رو گم کنن و برن. سرنگونی جمهوری اسلامی هدف و آرزوی منه. کاربر دیگه هم به 40 سال دیکتاتوری و سرکوب و فساد آخوندها اشاره کرده و نوشته بهای 40 سال استبداد، ظلم، غارت، تجاوز و زندان و اعدام، نابسامانی های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و تبعیض فقط و فقط با سرنگونی رژیم پرداخت خواهد شد، نه با کنترل قیمت و رفاه معیشتی. کاربر دیگه نقل قولی از خامنه ای رو یادآوری کرده و نوشته خامنه ای گفت ترامپ میخواد نشون بده که دنبال براندازی ما نیست. سید علی اشتباه گرفتی، اونی که دنبال براندازی توه و با معامله همرازی نمیشه ماییم، نه ترامپ. 30 سال تموم شد و از امروز تو وقت اضافه ای. شک نکن که این وقت هم زیاد دوام نداره و خودتون نظامت به زودی متلاشی میشه. و کاربر دیگه هم نوشته تا آخرین نفر از براندازان که اعدام کنند، فریب دهند، حبس کنند، بی‌آبرو کنند، من تا با آخرین براندازم باز هم براندازم، اعدامم کنید. بزرگترین افتخارمه مرگ برای ایران. بله، به طور واقعی معیار یک حکومت مردمی قبل از اینکه بخواد بحث اقتصادی یا آبادی باشه بحث آزادی و دموکراسی و عدالت هست و این حکومت آخوندی هم خیلی خیلی عقب مونده تر از اون هست که بخواد مفاهیم اقتصادی امروز رو درک بکنه، که بخواد برای ایران یک جامعه با رفاه و آرامش برای مردم فراهم بکنه. پس باید گفتش که تا تحقق یک ایران آزاد که محصول اون هم دقیقاً رفاه برای مردم هم هست به پیش و ادامه خواهیم داد. خوشحالم که امروز هم با ما همراه بودین. تا فردا و یک فرصت دیگه، خدا نگهدار همه شما.